با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، خوش آمدید. آقای مهدوی آزاد، این سیاست فرزندآوری حکومت داره با چه اهدافی پیاده میشه؟ ببینید، اگر بخواید به صورت تئوریک نگاه بکنید، با خوشبینی محض مثلا حکومت ایران رو نشناسید شما، خب میتونید بگید سیاست تشویق به افزایش جمعیت یا سیاست جهانی است. خیلی از کشورها این کار رو میکنن با آمار، در واقع با روند منفی ها، روند های منفی مبارزه میکنن که جمعیت رو جوان نگه دارن، که صندوق های بازنشستگی رو پرپول نگه دارن و غیره. منتها موقعی به داستان ایران نگاه میکنید، داستان کمی عوض میشه. ببینید، به طور متوسط در یک دهه اخیر ما سالانه 1 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده. شما تعداد تولدها رو از تعداد مرگها و مهاجرت کم بکنید، 1 میلیون نفر حداقل به جمعیت ایران اضافه میشه. منتها از سال 1997 بعد از اتفاقاتی که افتاد، فروپاشی اقتصادی و بعد هم بحرانهایی که ما داشتیم و اعتراضات و سرکوبها، یه اتفاق معکوسی افتاده که نوعا در ایران بی سابقه هست. یعنی شما آخرین بار نگاه میکنید، سال 1997 ما حدود 1,365,066 نفر تولد داریم، حدود 377,000 تا مرگ داریم، میشه همون 1 میلیون. از سال 98 اولین سال میشه 1,200,000 تا حدودا تولد، 400,000 تا مرگ، یعنی 600,000 تا. سال 99 میشه 1,113,000 تا تولد، 507,000 مرگ، یعنی عدد کمتر میشه. و سال 1400 میشه 1,106,000 تولد در قبال 536,000 مرگ. یعنی اون عدد 1 میلیون میرسه به حدود سالی 500,000. اتفاقی داره میفته این هست، تحت تاثیر سرکوب سیاسی، تحت تاثیر شرایط بسیار وخیم اقتصادی، تحت تاثیر ناامیدی عمومی که از اقتصاد بدتره. یادتون باشه شرایط صرف اقتصادی بد بودن باعث کاهش جمعیت نمیشه. هندوستان کشور فقیر رو نگاه کنید، پاکستان، تا هم ایران خودمون مناطق فقیر قبل از انقلاب ببینید، خیلی بعضیشون پر جمعیت تر بودن. اتفاقا ناامیدی در کنار شرایط وخیم اقتصادی، در کنار اینکه دورنمایی وجود نداره، در کنار سرکوب سیاسی و مجموع اوضاع، در کنار مهاجرت و غیره، باعث شده که یک، ایران بزرگترین سقوط آزاد رشد جمعیت و فرزند آوری رو داشته باشه از نظر آمار. دو، میز در واقع با ادامه وضعیت فعلی در افق 50 سال آینده، اگر این فاجعه ادامه پیدا بکنه، یکی از پیرترین کشورهای دنیا تبدیل خواهیم شد و اصلا قفل خواهد شد. منتها باز هدف حکومت اگر نگاه کنید این نیست، چون نمیره با اهداف درست یا به صورت روشی حل کنه. هدف حکومت موقعی که سخنرانی خامنه‌ای نگاه میکنید، تولید کردن سرباز شیعه است. این رو شما در خاطرات هاشمی رفسنجانی هم میبینید. هاشمی رفسنجانی در یکی از سخنرانیش میگه موقعی که سیاست های کنترل جمعیتی رو اینا گذاشتن، میگه روحانیون اعتراض میکردن که چرا امت اسلام میخواید کم بکنید. بنابراین هدف حکومت واسه بخواید این است که سرباز ارزون قیمت بسیجی شیعه تولید کنه. خوب هم میدونه که توی خانواده هایی که فقیرن، تعداد بچه ها خیلی زیادن و در واقع امکانات ندارن، این بچه ها راحت تر میتونه جذب کنه تا خانواده هایی که طبقه متوسطن یا دو سه تا بچه دارن و پدر مادر حواسشون به بچه است. برای راستشو بخواید، دوباره میگم، هدف حکومت به هم زدن توازن اجتماعی است، اینکه در خانواده های فقیر یا نقاط کمتر برخوردار بیشتر تولید مثل بشه که بتونه اونها رو در واقع بسیج یا سازمان حکومتی جذب کنه و از توش سرباز شیعه تولید بکنه. سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، همراه ما.